رحمان رحیم، شاگردای عزیز، میخواییم امروز در مضمون تدبیر منزل مکاتب به شکل عملی و نظری کار میشه، تدریس میشه، کباب نیچه‌ای را آماده بسازیم. تدبیر منزل، این مضمون یکی از مضامین درسی برای شاگردان لیسه های آناس می باشد. یکی از شاخه های این مضمون را آشپزی و چگونگی نگهداری مواد غذایی تشکیل می دهد. برنامه 59 دقیقه دوئل همراه با خانم فوزی احمدی که یکی از آشپزان طلایی افغانستان می باشد و یکی از لیسه های شهر کابل رفته و با شاگردان در مورد طرز پخت و نگهداری مواد غذایی به گفتگو پرداختند. روز قبل که ما در لیسه روی بلخی رفتم و خوشبختانه که اینا تدبیر منزل داشتن و ما در برنامه از اینا اشتراک کردم، رفتم داخل صنف و واقعا دخترای لیسه روی بلخی دخترای بسیار با استعداد و اینا بسیار خوش شدن با دیدن ما و ما در مورد پخت و پز و صحتمندی بعضی از غذاها با اینا صحبت کردم و علاقه خاص گرفتن. غذای خود زنجبیل و سیر زیادتر استفاده میکنم، اما در افغانستان باید هندیم که زیادتر دیگه پس استفاده میشه. مقدار سیر و زنجبیل ما و شما اکثریت در شلغم که پخته میکنیم باید زنجبیل پرتیم، به خاطر ازی که امو باد و بخار ازی را اونما خودش جذب میکنه. در قسمت آشپزخانه تان زیادتر کوشا باشین، زیادتر کوشش کنین در قسمت پخت و پزتان چیز را پخته کنین که به صحتتان باز هم میگم که مفید باشه. درست است شاگردای عزیز؟ ما از سوی شاگردان به گرمی استقبال شدیم که این خود نشان دهنده علاقمندی فراوان شاگردان به آشپزی میباشه. خب شاگردای عزیز، بیاین میریم امی کار خود در آشپزخانه عملی انجام میدیم. درست است؟ بعد از گفتگوی یک ساعته شاگردان به دو گروه رقابتی تقسیم شده و برای به نمایش گذاشتن هنر خود به استادیوم سرخ قدم گذاشتند. خب بیننده‌های عزیز، یک دو شاگردی که شما در کنار ما می‌بینین شاگردای ممتاز و با استعداد لیسه عالی رابی بلخی هستند. این برنامه متفاوت‌تر از برنامه‌های قبلی بود چون بکس سرخ موجود نبود. تمام مواد در اختیارشون گذاشتیم که اینا از مفکوری خود که چی آماده می‌سازن و قضاوت داور صاحب را از آن خود کنن. نام خود علوی زردک بسیار خوب معلوم میشه. شروع معلوم میته بس شروع ولی درست کردی؟ بیرونخ شروع معلوم میته. ببینیم دیگه که شاگردای ما چی کردن امروز. ممنونشون با وجودی که من همکاری هم میکنم، خدا کنه که غذایشون لذت بخش باشه. و چه کام میکنیم؟ نمیفهم مزیزی چی درست؟ اما قابط ای طرف بون که بخاطر از ای که چکنی درست میکنی؟ Exciting. I'm watching a lot of activity and I'm enjoying watching these clever young girls pulling apart vegetables and herbs. They look great. I'm looking forward to eating whatever they're cooking. Well, they look quite experienced to me. These ladies have a lot of experience. They know their way around a potato and a vegetable. The fish looks really promising, very exciting. I saw some garlic happening in there, so I'm looking forward to what they're going to serve up. And they seem quite competent and quite confident in the kitchen. Inshallah, yek birobar az ashpazkhana ma intezar istam ke chi waqt ba khair nan amada sha va ke man osh jan konam. Dar qismat ba'zi az mushkilatshon ke ina namitanastan ba ina ma hamkori kardam. و چیزایی را که در ذهنشان نمیگشت با اینا من خواستم که همکاری کنم. بیننده‌های عزیز، علوی زردک درست میکنن. سیرتان هم روی کارد کلام کردین، هم روی کارد مخورد پست کردین، بخاطر که دستتان هم ایزانه درست است، کارده تیز است. کن بود خیر، بخاطر دستکش تانه بپوشین، دستکش. در وقت آشپزی باید دستکش بپوشین. متوجه باشین که ترکاریجات تا هر دوی زیره همزمان یک به یک شکل درست است قطع کدنشه، بخاطر از اینکه کچولیش فعلا زردک شدیده ولی کچولیش سخت مانده. خب ولی رو پختم محمودش کن نمک بکنی، خب نمک بکنی.
پی چی هست که میده میکنی؟ سیرست؟ به خاطر چی مندازی دوی نزی؟ خوشمزد تر شوه. آه درست است، به خاطر از این که چتنی مزدار بیاده. نمیست هستی؟ بله. ما میخواییم سوپ و ماهی تیار کنن زهرا جان. بسیار عالی، من خود حال سوپ و ماهی نخورده بودم. از این روز نخوری انشالله. برو مزدستی من. مجمع مزدار بیایی نبیایی. از شما میخواییم که حلوه زدک درست کنی یا سوپ زدک؟ زردک بر چه قطع میگیرین؟ برسوپ؟ برسوپ برسوپ قطع میگیرین از این زردک خلال میگرفتین میده دختر زود نرم میشد درست است؟ امول بنین جان تا حالا شده که کدام میمان آماده باشه خانه تان در پنج دقیقه دیگه پخته کرده باشی برشن؟ ولی پنج دقیقه دیگه خود تخم میباشه دیگه من تخم آماده میکنم برشون یعنی اگه ما ساچاش خانه تان بیم برمو تخم مرگ درست؟ آه تیک نمیم تخم مرگ نمی جاشانم برکنم خورمیش تر میکنم خورمه تخم مرغ ما نخورده بودم ولی چقدر خوب اگر خورمه تخم مرغ نیست خورمه تخم مرغ